به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. واکنش ایران به اظهارات اخیر خلیلزاد در مورد صلح افغانستان. ایران در واکنش به اظهارات ظلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان گفته است که تهران از مذاکرات صلح به رهبری و مالکیت افغانها حمایت می کند. با گزارش اسپوتنیک و نقل از خبرگزاری آوا، سفارت ایران در کابل با صدور اعلامیه با رد اظهار ظلمه خلیلزاد در مورد مواضع ایران پیرامون روند صلح افغانستان تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران از مذاکرات صلح حمایت می کند، بر پایه مالکیت و رهبری افغانها انجام گیرد. در این اعلامیه آمده است که در پی اظهارات نادرست یک مقام آمریکایی پیرامون دیدگاه ها و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در روند صلح افغانستان، سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با تاکید مجدد بر حمایت ایران از استقرار صلح و ثبات در افغانستان و تکرار مواضع ثابت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ضرورت پایه‌گذاری صلح بر مبنای نتایج گفتگوهای بین الافغانی که با مالکیت و رهبری افغانها انجام گیرد. در اعلامیه گفته شده که به مقامات امریکایی توصیه می شود که قبل از هر گونه اظهار نظر درباره دیدگاه های مسئولین ایران در مورد مسائل منطقه و افغانستان، ابتدا این مواضع را با دقت مطالعه نمایند. این در حال است که ظلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان روز جمعه 3 اسد در یک نشست آنلاین که توسط موسسه امریکا برای صلح برگزار شده بود گفت که ایران از روند صلح افغانستان حمایت کافی نمی کند. او گفته بود که ایران از روند گفتگوهای بین الافغانی و ایجاد ثبات در این کشور به دلیل وجود تنش‌ها میان تهران و واشنگتن استقبال نکرده است و همچنان موافقت آمریکا با ایران به عنوان بخشی از توافق صلح در افغانستان. ایالات متحده موافقت خود را با ایران به عنوان بخشی از توافق صلح در افغانستان ابراز داشته است. با گزارش اسپوتنیک، ظلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان گفت که آمریکا موافقت کرده است که با ایران در مورد روند صلح افغانستان گفتگو کند. ظلمه خلیلزاد در موسسه صلح ایالات متحده گفت بر دستیابی و حفظ صلح بسیار مهم است که منطقه به طور مثبت شامل این روند شود و ما حتی توافق کردیم که ملاقات های مربوط به افغانستان را با ایران ترتیب دهیم. ما همچنین می خواهیم ایران حمایت خود را از این پیشنهاد ابراز کند. یادآوری میکنیم که در پایان ماه فوریه در مراسم در قطر میان ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان توافقنامه صلح پس از 18 سال جنگ امضا شد که در آن از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان در مدت 14 ماه و آغاز گفتگوها میان افغانها پس از پایان تبادله زندانیان ذکر شده است. تا اواسط ماه جولای ارتش آمریکا به عنوان بخشی از این توافقنامه از 5 پایگاه در افغانستان خارج می شود. این در حال است خلیلزاد دور تازه سفرهای خود را در پیوند به صلح افغانستان آغاز کرد. فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان سفر تازه‌اش به کشورهای قطر، پاکستان، افغانستان، نروژ و بلغاریا برای حل مشکلات روند صلح آغاز کرده است. با گزارش اسپوتنیک با نقل از آریانا نیوز، وزارت خارجه آمریکا با نشر اعلامیه‌ای گفته است که آقای خلیلزاد در دوحه و کابل بر حل مشکلات باقی مانده فرارای گفتگوها میان افغانها به ویژه مرحله آخر تبادله زندانیان و کاهش خشونت تاکید خواهد کرد. در اعلامیه آمده است که آقای خلیلزاد در اسلام آباد در پی حمایت پاکستان برای پیشرفت در مذاکرات میان افغانها خواهد بود. در اسلو و سوفیا نیز به عنوان همپیمانان ناتو در مورد روند صلح افغانستان جزئیات ارائه خواهد کرد.
اعلامیه می افزاید تمام جناح‌ها نسبت به هر زمان دیگر با آغاز گفتگوهای میان افغان‌ها که کلیدی ترین گام در راستای پایان جنگ 40 ساله افغانستان است نزدیک شدند. امریکا تأکید کرده است گرچه پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در روند تبادله زندانیان صورت گرفته است، اما برای حل کامل این مشکل تلاش بیشتر نیاز است. تبادله زندانیان از جنجال برانگیزترین موضوع در روند صلح افغانستان بوده است. از میان 5000 زندانی که قرار بود از بند حکومت آزاد شوند، حدود 4400 تن آنها رها شدند. این در حالی است که حنیف ادمر سرپرست وزارت خارجه اعلام کرده است که زندانیان باقی مانده طالبان از سوی حکومت رها نخواهند شد. آقای ادمر دلیل رها نکردن زندانیان طالب را جنایات جنگی غیر قابل توجیه این گروه و قاچاق عنوان کرده است. سرپرست وزارت خارجه افغانستان در گفتگو با یک شبکه هندی موانع صد رای آغاز گفتگوها میان افغانان را عدم کاهش خشونت‌ها از سوی طالبان و رهایی زندانیان این گروه میگوید. وی هرچند رهایی زندانیان باقی مانده طالب را به دلیل جرایم غیر قابل توجیه و مخالفت شماره از کشورها به دور از امکان میداند، اما برای حل این مسئله از طالبان خواهان فهرست جدید برای رهایی زندانیان دیگری این گروه است. اما منابع نزدیک به طالبان موقف گروه طالبان را بر مبنای توافقنامه صلح با آمریکا گفته و آن را غیر قابل تغییر می‌داند. و همچنان عراقچی آمریکا در غیاب دولت افغانستان رسما با طالبان معامله کرده است. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران می گوید که آمریکا که خود را متحد افغانستان حساب می کند با طالبان درباره آینده افغانستان مذاکره و معامله کرده است. با گزارش اسپوتنیک، سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران که هفته گذشته به منظور دیدار و گفتگو با مقامات افغانستان به کابل سفر کرده بود، در مصاحبه با طلوع نیوز و بیان برخی نکات پرداخت. عراقچی در پاسخ به سوال درباره حضور طالبان در ایران و همچنان داشتن دفتر گفت آنها در ایران دفتر ندارند. وی همچنان درباره شورای مشهد نیز افزود شورای مشهد ممکن است طالبان برای خود درست کرده باشد، اما از نظر ما موضوعیت ندارد. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به این سوال که تماس‌های ایران با طالبان از چه زمانی برقرار شده گفت مدتی است که آغاز شده و اگر درباره جزئیات آن بخواهیم توضیح دهیم می شود گفت چند سال همین طور که با همه گروه ها تماس داشتیم با آنها طالبان هم تماس داشتیم، نظریاتشان را شنیدیم و نظریات خودمان را نیز گفتیم. آقای عراقچی همچنان درباره میزان رابطه ایران با طالبان گفت همه می دانند که طالبان را چه کسی ساخته و حمایت کرده و الان هم چه کسی در حال مذاکره و معامله با آنهاست. این یک واقعیت آشکار است که آمریکا که خود را متحد افغانستان حساب می کند با طالبان مذاکره کرده، معامله کرده و توافق کرده است. ما با طالبان هیچ رابطه ای به این شکل نداریم. او همچنان تأکید کرد آمریکا در غیاب دولت افغانستان رسما با طالبان مذاکره و معامله کرده و با یکدیگر درباره آینده افغانستان معامله کردند. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به ادعای درباره حضور ملا اختر منصور در سال 2016 در ایران نیز گفت من اطلاعی ندارم. این دیپلمات ایرانی در پاسخ به سوال در این باره که اتهامات مطرح می شود که ایران طالبان را تجهیز می کند نیز گفت کسانی که سعی می کنند ایران را دشمن افغانستان نشان دهند حداقل شما در این دام نیفتید. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به ادعا درباره حضور ملا اختر منصور در سال 2016 در ایران نیز گفت ما اطلاعی نداریم.
دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بوده جهان سپاس. ویدیوهای ما را کامنت، لایک و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.